با درود و عرض ادب خدمت یکایک شما دوستان و هموطنان عزیزم. 17 اکتبر 2024 میلادی، 26 مهر 1403 خورشیدی و سال 2583 شاهنشاهی ایرانی. با افتخار در خدمت شما هستم با یکی دیگه از ویدیوهایی که براتون آماده کردم. گفتگوهای هفتگی آقای ایرج مصداقی با سعید بهبهانی در تلویزیون میهن انجام میشه. گفتگوی این هفتهشون 3 ساعت بود و من 40 دقیقه از این گفتگو رو براتون جدا کردم که امیدوارم دوست داشته باشید. لینک کانال آقای بهبهانی رو در دیسکریپشن این ویدیو میذارم. اگر خواستید تمام این گفتگو رو نگاه بکنید، لطفاً به کانال آقای بهبهانی مراجعه بکنید که سورس اصلی این ویدیو هستش. دوستانی که در ایران هستن لطفاً با لایک کردن، گذاشتن کامنت میتونید به رشد و دیده شدن ویدیوها کمک بکنید. اگر هم در خارج هستید و خواستید کانال رو حمایت بکنید، از طریق گزینه تانکس و جوین میتونید این کار رو انجام بدید. ببخشید اگر صدام گرفته و این شکل و قیافم هستش. هر دو ساعت 5 صبح هستش و دارم این تیکر رو براتون ضبط میکنم. زنده باد ایران ایرانی با شرف. لعنت بر چی موضوع و وسط باز تجزیه طلب، بر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری کثیف اسلامی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا کنه. قربونتون برم، دم همتون گرم. سلام میکنم به شما. منم سلام میکنم خدمت شما جناب بهبهانی، همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان. ممنونم آقا از حضورت، مهرت. امیدوارم که سلامت باشی و ما هم بتونیم از تجربه و دانش شما بهره ببریم. آقا بذارید، خیلی سوال هست. من دلم خواهد که این سوالا رو که دوستان در طی هفته میفرستن عیناً نقل بکنم و برسنون برسونم. بالاخره از آقای اسماعیل قانی در این مراسم نماز میت رونمایی شد. البته شما چندین بار راجع به اخبار مربوط به او گفته بودید و هشدار داده بودید، ولی حالا که به حال اون رو نشان دادن، البته دوباره اصرار کردن که اینو بردن کتکش زدن گوشه چونش، نمیدونم چجوریه. دلم میخواد خودتون توضیح بدیم ببینیم که نگاه شما به این مقوله چیست. بفرمایید. ببینید، اتفاقا این اخباری که در طول هفته‌های گذشته راجع به اسماعیل قاهانی بود، به نظر من خیلی مشخص بود که میتونه ریشه رژیمی داشته باشه و به عنوان بخشی از ضد اطلاعات رژیم باشه، پروپاگاندای رژیم باشه. من اتفاقا قبلا هم راجع به این موضوع توضیح دادم، این مسبوق به سابقه است. اتفاقا سر داستان قاسم سلیمانی هم بود، اونم فرمانده سپاه قدس، و شایعاتی رو مطرح کردن. یه سایت اسرائیلی هم اومد وسط، میکنم اگه اسمش یادم باشه دبکا بود یا یه چیزی شبیه این. او همین موضوع رو مطرح کرد که قاسم سلیمانی زخمی شده در سوریه، و بعد امیر موسوی یکی از به اصطلاح دیپلمات‌های رژیم هم همین مسئله رو دامن زد، و او که در یه موقع الجزایر بود فکر میکنم و الانم یکی از دیپلمات‌های بخش عربی رژیم هستش، او هم به این مسئله دامن زد و یه توییتی رو زد و اشاره کرد به زخمی شدن قاسم سلیمانی. و بعد از اون بود که فرقه رجوی افتاد تو دام و اونها اومدن اطلاعیه دادن، گفتن خب تو این وسط هم ما شاهد این بودیم که قاسم سلیمانی قرار بود توی دانشگاه تهران صحبتی داشته باشه ولی لغو شد، دلیلش هم عنوان نشد. همون موقع خب مجاهدین فکر کردن که واو چه خبری گیرشون اومده. حالا می‌خواستم بگن ما از درون رژیم هم خبر داریم، ما اونجا نفوذ داریم. اومدن مطرح کردن که قاسم سلیمانی به شدت زخمی شده، منتقلش کردن به بیمارستان بقیت الله العظم، و بعد در عنوان کردن که خب چون تو ملأ عام نمیومد گفتن حتما به سرش خورده. اینا دیگه تصورات و توهمات خود رجوی بود، و یه خبرسازی کردن مبنی بر اینکه قاسم سلیمانی در بیمارستان بقیت الله عمل جراحی مغز شده. بعد رفت بودن رو سایت خود اون بقیت الله،
و اسم یه دکتر جراح مغزم برداشته بودن، گفتن این عملش کرده بود، یک شروع کردن یه داستان بافیایی که من همون موقع راجبش مقاله نوشتم. و برای اینکه بازم تاکید کنم که ما خیلی میدونیم، گفتم بردنش بخش 37، من اصلا همچی بخشی تو بیمارستان بقیت الله نیست، اینا از 207 اینو به نظر من برداشته بودن و علاقه ای که رجبی به عدد 7 داره ظاهرا، اینا اون جعلیات رو دامن زدن. خب دیدیم که قاسم سلیمانی هیچ طوریش نشده بود، سار و مورو گنده بود و فقط روسیاهی به رجبی بود. منتها در این داستان میتونست دلایل مختلفی داشته باشه. ببینید مهمترین مسئلهش این بود که رژیم ضربات سنگی رو متحمل شده، هم رژیم هم حزب الله. و نکته بعدی این بود که خب میدونید خود همین عباس نیلفروشان فرمانده سپاه قدس در لبنان کشته شده بود همراه با حسن نصرالله، و بعد هم ضربه ای که ظاهرا به هاشم صفی الدین جانشین او خورده بود. بنابراین رژیم در حضیض به سر می برد به لحاظ هم ضرباتی که متحمل شده بود، هم به لحاظ روانی، جو روانی که ایجاد شده بود مبنی بر این که چپ و راست داریم ما می خوریم و حتی جرأت نمی کنه حزب الله جانشین حسن نصرالله رو معرفی بکنه، چون میترسن که او هدف بعدی باشه یا تبدیل به یک مسخره و مضحکه‌ای بشه. بنابراین همه اینها میتونست به نوعی رژیم رو به تکاپو بندازه که شایعاتی رو اینجا و اونجا مطرح کنه مبنی بر این که اول فلاح‌زاده کشته شده و بعد هم فلاح‌زاده معاون نیروی قدس هستش و بعد هم اومدن رو خود اسماعیل قاآنی. خبرهای بعدی مبنی بر این بود که خب بله اسماعیل قاآنی دستگیر شده خودش و زیر بازجویی هست، سکته کرده. خب دیدید دیگه اسکای نیوز عربی میگفت از 10 تا کانال مفهمید، که من همون موقع هم صحبت کردم گفتم آقا اگر قرار بشه 10 تا کانال فقط به اسکای نیوز خبر بدن، این باید در این رژیم رو گل گرفت، آبکش باید باشه یه رژیمی که یه خبر حساسی اونم دستگیری کسی در حد اسماعیل قاآنی 10 تا کانال فقط به اسکای نیوز بگن. اینجا اونجا اخبار جعلی بود و عملا ادهی هم در این دام افتاد. خب مشخص بود، من همون موقع پیشبینی کردم که اتفاقا اینها در یه جایی در یه نقطه‌ای قاسم سلیمانی رو در یک مراسمی ازش پرده نمایی خواهد کرد، کمان که خب دیدید در یک مراسم من قاآنی رو عرض کردم، ببخشید اسماعیل قاآنی رو گفتم، که در یک مراسم ازش پرده نمایی میکنن، رونمایی میکنن، و خب دیدیم در مراسم عباس نیلفروشان این کار رو کرد. پس بنابراین این اون چیزی برای رژیم اون وقت چی در برداره، اون ضربه روانی که خورده، حالا میاد ها دیدید کشته نشده، ها دیدید که اطلاعاتتون غلط بود، ها دیدید که نمیشه به این اطلاعات اعتمادی کرد، یعنی بتونه به لحاظ روانی اون تحقیری که شده رو به نوعی به این ترتیب جبران کنه. ملاحظه میکنیم، البته خب من قبلا میگم چون به این مسئله اشاره کردم، ولی امروز یک آدمای قالطاقی هم هستن مثل شهرام همایون، بی شخصیتی، حالا امروز اومده اپوزیسیون رو مورد حمله قرار میده که آهای شما فیک نیوز منتشر کردین، آهای شما افتادید تو دام رژیم و خب اگه شما رو راست میگفتید میمدید، یعنی اون کسایی که امروز ادعا میکنن قبلا میگفتن، میگن معما چون حل شود آسان شود. خب من اومدم و با قاطعیت هم راجع به این موضوعات صحبت میکردم. ببینید خب این پرت و پلاهایی که پوریا زراعتی میگه و نمیدونم توییت هایی که اون میزنه، خب دیدید که چقدر اخبار جعلی رو ایشون منتشر میکنه. خب ایران اینترنشنال هم که پاسخگو نیست، مسئولیت نمیپذیرن برای این همه جفنگیاتی که منتشر میکنه. خب شما فکرشو بکنید، خنده داره یا آدم، شما فکر کنید یا آدمی مثل قاسم سلیمانی یه همچین فرد به عذر میخوام اسماعیل قاآنی یه همچین فردی دستگیر بشه، بازجویی بشه، شکنجه بشه، بعد دوباره بیاد تو مراسم، بعد دوباره بشه رأس بشینه.
به همون بقول این آدم به نظر من چی بگم به اینها ساده اندیش که بیاد فکر کنه که بعد شکنجه شده با همون صورت شکنجه شده و بردنش توی چیز مراسم. ببینید یه آدمی مثل اسماعیل قاآنی مهمترین پست رژیم رو داره، اونم سپاه قدس، امنیتی ترین جای رژیم. فکر کنید یه همچی آدمی رو که در مزان اتهام هست به عنوان جاسوس و شکنجه میشه، فکر کنید اینو دوباره بذارنش در همون کار باقی بمونه، فکر کنید همچنان به عنوان سپاه قدس، فرمانده سپاه قدس مطرح باشه. شما یک اداره سطح پایین هم با رئیسش اینجوری برخورد نمی کنن. اگر در مزان اتهام باشه در واقع دیگه دوباره اونو برش نمیدارن، بعد از اینکه شکنجهش کردن بیارن بذارن فرمانده سپاه قدس. یعنی چقدر آدم بایستی نادان باشه که چنین چیزایی رو مطرح. و ببینید متاسفانه تریبون دست چه کسانی است و چه کسانی مشغول به نوعی به نظر من سمپاشی هستن از طریق این رسانه هایی که در اختیارشونه. شما یادتون باشه همین آقای پوریا زراعتی اون بابایی رو برداشته بود درده بود ارتش نمیدونم چی ارتش مردمی در ایران و نمیدونم فلان، یه آدم الناف بیکارهی در دانمارک نشسته بود، اینو رفته بود برداشته بود درده بود، یه آدمی که نه تحصیل کرده نه سوادی داره، دنبال کارهای نمیدونم خلاف بوده و اینا، یه هایی اومده و شده بود فرمانده ارتش مردم. بعد اینو شما بیارید توی تلویزیونی، بعد این بیاد به عنوان این که شبکه عظیمی در ایران داریم، این شبکه به اون و به این ضربه هم نمیخوریم، ضربات نمیخوریم، یه مشتی پلت و پلا مطرح میکرد. بعد یه تلویزیونی فکر کنید حساس ترین ساعتاشو مهمترین ساعتاشو در جریان جنبش مهسا بده به یه همچین جوانقی که بیاد اون تو این پرت و پلاها رو بگه. و ببینید این واقعا به نظر من شرم‌آوره برای هر رسانه شرم، ولی خب میکنن دیگه، چه میشه کرد. ببینید آقای بهبهانی مشکل اینجای قضیه است که حالا یه آدمی مثل شهرام همایون میاد طلبکار میشه، ملاحظه میکنید، و اینکه آقا ما نمیدونم از دیدید اینجوری دید همچین آدم هستی که در ارتباط با پرونده حمید نوری هم همین ادعاها رو میکرد و بعدم تلویزیون شده بود محلی برای عقده‌گشایی علیه پرونده حمید نوری و یه مشت آدمای بدنام و همچنین یه مشتی آدمای پلید رو هم داشت می‌آورد تو تلویزیونش و اینها به نظر من به نوعی جفنگویی مشغول می‌شد. این نکته ای که بایستی بهش توجه کنیم و اینکه آقای اسماعیل قاآنی یکی از مهمترین چهره های رژیمه و حساس ترین نیروی رژیم رو فرماندهی میکنه. حالا نکته جالبش اینه در همون مراسم در کنار فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران نشسته و کمتر هم او در مراسم های عمومی شرکت میکرد. حالا فکر کنید کسی که اگر احیانا بخوان اسماعیل قاآنی رو دستگیرش کنن بازجویش کنن، نهادی که این کار رو میکنه اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، یعنی همین فردی که کنارش نشسته. حالا اینا رو میگم دوباره این طرف میره با احتمالاً با بلاحت میگه ها بازجوش هم بغلش نشسته بود. اینا یارهای صفی هم دیگه. میگم اگر همچین موردی صحت میداشت الان آقای اسماعیل قاآنی جایی میداختن که عرب نهی بندازه، نه اینکه بیاد تو مراسم، نه اینکه همچنان فرمانده سپاه قدس باشه. کوچکترین سوء زنی به او از هستی ساقطش میگن. یه رژیم، نه این رژیم، هیچ رژیمی چنین چیزی رو تحمل نمیکنه که بالاترین مقام هم امنیتیش هم نظامیش هم منطقه‌ایش که نقش بسیار مهمی داره در ارتباط با نیروهای نیابتیش
بعد این جاسوس اسرائیل باشه، خیلی راحت هم سکته هم کرده کار اومد. حالا امروز آخرین خبری که منتشر کردن که به نظر من باز هم ریشه رژیمی داره و خود دستگاه امنیتی رژیم اینها رو پخش میکنه، نکته ایه که بله من دیدم تو سایت گویا نیوز که به آقای چه نشسته اید که قالیباف اومد و آقای اسماعیل قاآنی رو همراه خودش با این هواپیمای خود که چی میگن خلبانیشه داشته، این با خودش برگردونده ایران. خب اگر این صحت داشته باشه، خب این حرفایی که شما تا الان میزدید که این بازجویی داره میشه زیر شکنجه است نمیدونم فلان، که این اون رو نقص میکنه، پس برابره ایشون در لبنان بوده، گیر کرده بوده تو لبنان، حالا رفتن و بردنش ازش رو نمایی کردم، باز که این علیه اون حرفیه که شما میزدید. که ببینید این که میگم ضد اطلاعات، این رو از توجه داشته باشید، این روزها هم رژیم هم اسرائیل هر دوتا چون در مقابل همدیگه هستن، در جنگن، اینها یه جدا از اینکه جنگ روانی دارن، جدای از اون یه ضد اطلاعات هم دارن. حالا یعنی چطوری؟ ببینید آقای بهبانی، اگر قرار باشه اونا به دنبال این باشن که بفهمن نفوذیاشون کیه، خب اینها وقتی که نزدیکترین فرد حسن نصرالله جاسوس اسرائیل بود و خب خیلی از عملیات های خارج از کشور رژیم رو هم لو داد به اسرائیل، خب این آدم رو از همین طرق شناسایی کردن. الان عرض میکنم خدمتتون چطوری. ببینید آقای بهبهانی، یه روزی اگر من حالا اینو به عنوان مثال عرض کنم، فکر کنم شما یا شمای نوعی عامل امنیتی هستید، جاسوس هستید، خب من چطوری میتونم اینو متوجه بشم؟ من به هر کی که شک بکنم که نمیتونم بگیرم شکنجهش کنم، بعد نزدیکتر نیروهای خودم و همه رو بگیرم شکنجه کنم، این که نمیشه که. بنابراین میام چیکار میکنم؟ اطلاعات هدایت شده به شما. یعنی چی؟ ببینید، یعنی در تو خودم عرض میکنم، میام شما من زنگ میزنید میگی دیرت چطوری، میگم والا حالم خوش نیست، رفتم بیمارستان، گفتن تو سرطان داری، و بعد خودم رو انقدر نگران پیش شما جلوه میدم که سرطان دارم، گفتن نمیدونم الان نوع فلانشه، بعد خیلی ابراز نگرانی و افسردگی میکنم. میگذره دوباره 7-8 روز دیگه شما با من تماس میگیری، میگن اینت چطوریه وضعیت، حالت چطوریه، میگم والا نمیدونم، میگن یه دارویی هست تو امریکا تازه این کشف شده، میگن 50,000 دلار پولشه، حالا من نمیدونم اینو از چجوری تهیه کنم، بعد تازه تهیه کنم اثر داره یا نداره، شروع میکنم یه آه و ناله به شما کردن. خب بعد 2 هفته بعد، 1 ماه بعد، میبینم یکی از سایت های رژیم یه جای خبر میزنه که آره این ایرج مصداقی که در حال مرگه، اینی که الان نمیدونم فلانه. من درجا میفهمم که شما عاملید، شما جاسوسید، وقت میگیرم. ملاحظه میکنید الانم در ارتباط با این موضوعاتی که مطرحه، اخباری که مطرحه، مثلا عرض کنم رژیم یه دفعه میاد میگه یا یه خبری بیرون میاد مبنی برای اینکه فلاح‌زاده‌ام اون تو بوده، فلاح‌زاده‌ام کشته شده، بعد این خبر یه جایی درز میکنه، خب خیلی موقعا میتونه خود رژیم به عواملش داده باشه، به عوامل خاص که خبر فقط به 1 نفر به 2 نفر میدن و بعد وامیسن ببینن این خبر از کجا سر در میاره، چه جوری سر در میاره، بعد میتونن اون طرفو دستگیرش کنن یا اون طرفو ببرنش زیر بازجویی یا زیر زربین که بعد متوجه بشن آیا هست یا نیست. ببینید منظورم اینه که خیلی از این اخباری که منتشر میشه میتونه جنبه ضد اطلاعاتی داشته باشه. اینا رو میگم برای توضیحاتی میدم که شما به قول معروف متوجه بشن بینندگانمون. ببینید مثلا عرض میکنم و شاید 1 نفری هم خیلی از این بیننده ها مثلا میگم الان وقته کی بگه که بله نه قاسم سلیمانی زنده است، بیخود عوض میخوام قانی زنده است، بیخود میگن خب اینا خوب بخون آری که نداره که
آقای بهباری یا هست یا نیست، یا دستگیر شده یا نشده، یا زنده است یا مرده است، اینا گفتنش هیچ کاری نداره که. ولی اینکه شما بتونید تحلیل کنید موضوع، توضیح بدید موضوع رو، استدلال پشتش بیارید، ایناست که در واقع بعد به داستان یک عمقی میده. وگرنه گفتن حالا هر کی میتونه یه چیزی رو بگه. بعد در ارتباط با یه کسایی مثل من که ببینید چون دشمنای ما منتظرن یه موضوعی که شما میگید یا یه هشداری که شما میگید یا یه خیرخواهی که شما میکنید که آقا مثلا تعامل کنید، یه خود صبر کنید، شاید جور دیگه باشه، یه موقع فریب نخوریم، یه موقع تو دستگاه اینا نریم، ملاحظه میکنید آقای بهبانی؟ مثلا یکی اینا رو بعد میان علم شنگه به پا میکنن آوی فلان، چون دشمن هم که کم نیستش که، اینا هم که دنبال روشنگری نیستن که، دنبال نیستن ببینن آقا ایرج مستقیم چی داره میگه و بنابراین چه هوشداری داره میده، چه خیرخواهی پشتش هست، از چه خطراتی داره صحبت میکنه، ملاحظه میکنه؟ اینا دنبال این که نیستن. حالا من که اومدم این موضوع رو مطرح کردم با توجه به شناختی که داشتم و با توجه به تجربه‌ای که تو این سالها کسب کرده بودم، من این مسئله رو ترک کردم. چرا؟ چرا حالا؟ برای اینکه دشمن بعداً نتونه سوء استفاده کنه. شیاده و شارلاتانایی مثل شهرام همایون نتونن از این مسئله سوء استفاده کنن. میگه خب آقا بله، منم بخشی از این اپوزیسیونم، وقتی من میام میگم این دروغه، این واقعیت نداره، این جنگ روانیه، در واقع به نوعی من دارم به این هم به این طرف دارم هشدار میدم، هم دارم دست رژیم رو میبندم. شما ببینید سر موضوع حسین علی نیری که اومده آلمان، خب من اومدم موضع گیری کردم، من جلوی این وایسادم، رژیم دیگه نمیتونست بره نیری رو وردر شب بیارش تلویزیون. خب ولی بازی داد و همراه این جریاتی که محمد آسنگران و خانم مینا احدی همسر ایشون، این زوجی که خیلی خوششون میاد توی رسانه ها باشن و هر بهانه‌ای و هر دروغ و دغلی رو سعی میکنن علم کنن، خب شما دیدید که حتی اون کسایی که توی اسرائیل ضد رژیم هم هستن مثل اون فولکر بک و نمیدونم و حتی نماینده های مجلس و پارلمان اروپا رو هم فریب دادن، ملاحظه میکنید؟ و حتی بعد از این که اثبات شد اینا آقا اونجا زنجیر بسته بودن و آی بگیریدش و آی اینطوریه و آی اونطوریه، بعدش هم که قضیه مشخص شد رو شد، اینا مسئولیت که قبول نکردن، که گفتن فرار کرد. دادستانی آلمان به صراحت اطلاعیه داد، گفت طبق تحقیقات ما ایشون هیچ موقع در آلمان نیومده، باز میگه دروغ میگه، ملاحظه میکنید؟ یه کشوری که نمیتونه دروغ بگه. خب اگه دروغ میگه تو هم مطمئنی، برو همون نماینده مجلسی که توی پارلمان هست به او بگو این دروغ میگه، اینو بخوایدش مجلس، مفتزهش کنید، طرح سوال کنید. چرا نمیکنن؟ برای که خودشون فهمیدن که تو دام اینا افتادن. یا شما اگر یادتون باشه سر سلامتی دیدی چه این امیر عباس فخرآور جوالق چه مزخرفاتی میگو، پارتیزان های ما اینجوری کشتن، پارتیزان های ما اونجوری. همون موقع من اومدم عرض کردم که اینجوری نیست، حتی مطلب نوشتم آقا اینا دروغه، فریبه، تو این داستانا نیفتید. خب شما دیدید قاسم عزمخان ابوالقاسم سلامتی رو توی مراسمی ازش رونمایی کردن بدون اینکه بیارنش تلویزیون، و ولی خب یه آدمایی مثل امیر عباس فخرآور که از رو نمیره که، اومد میگه بله زخمی شده بود، حالی که کشته بودن و ما اینجوری نمیدونم پارتیزان های ما کشتن و نمیدونم فلان کردن، حالا میگفت نمیدونم زخمی شده، حالا خوب شده، حالا اومده بیرون. هنوز بر همون داستان ها بافشاری میکنن. چرا؟ چون یه مشت آدم هوچیگر دروغگو هستن و اینا از این کارا میکنن. آقا بسیار ممنون. روز تو خبرها اومده بود که گفتن که اسرائیل آمادگیشو اعلام کرده، نقاط رو مشخص کرده، فقط در مورد
زمانش هست که مسئله داره. میخوام نگاه شما رو به این مقوله بشنوم. بفرمایید. ببین آقای بهبهانی، من از روزی که رژیم با 200 موشک بالستیک اسرائیل رو هدف قرار داد، تردیدی نداشتم که اسرائیل حتما حمله خواهد کرد و اگر حمله نکنه یک شکست بزرگ استراتژیک رو متحمل میشه. اسرائیل امروز با قبل فرق میکنه. ببینید آقای بهبهانی، اسرائیل قبلا به دنبال امنیت خودش بود، امنیت مردمش بود، تأمین امنیت مردم اسرائیل سرلوحه اقدامات دولت‌های حاکم بر این کشور بود. امروز موضوع کاملا فرق کرد. یعنی بعد از هفته اکتبر موضوع اسرائیل دیگه امنیت نیست، بقاه، داره برای بقا می‌جنگه و میدونه اگر کوچکترین اشتباهی کنه و میدونه اگر کوچکترین غفلتی کنه به لحاظ استراتژیک باخته. اسرائیل محاصره است توسط دشمنانش، دشمنانی که به لحاظ ایدئولوژیک معتقدند یهود رو باید کشت و دشمن اصلی یهود هستند. این واقعیته. بنابراین اسرائیل نمیتونه پاسخ نده. امروز در اسرائیل اگر مجادله هست، چه بین مردم، چه بین در واقع چهرهای سیاسی نظامی، این نیست که بزنیم یا نزنیم، اینی که کجا رو بزنیم، چجوری بزنیم، چقدر بزنیم، فقط بحث سر اینه. و اپوزیسیون اسرائیل، اپوزیسیون نتانیاهو خواهان اقدامات خیلی بیشتری هستن که نتانیاهو در نظر داره. و این رو بگم بهتون، حتی چپهای اسرائیل هم امروز معتقد به واکنش نظامی اسرائیل هستن، اونها هم در واقع دارن حمایت میکنن از این موضوع. و خب حالا اگر اسرائیل حمله کنه، رژیم دو راه داره. یه راه این که ضربه ای که اسرائیل میزنه تحمل کنه، واکنشی نشون بده. به نظر من برای مردم ایران این بهترین گزینه است. اما برای رژیم بزرگترین شکست، شکست استراتژیکه. اگر در پاسخ به حمله نظامی اسرائیل واکنش نشون بده، اون وقت من نمیدونم دیگه چه اتفاقی میفته. اون وقت دیگه معلوم نیست اسرائیل چه واکنشی نشون میده، نیروهایی که تو منطقه هستن چه واکنشی نشون میدن و بعد دنیا چه واکنشی، آمریکا و غرب چه میکنن. شما ملاحظه میکنید امروز اسرائیل در موضوع لبنان به مراتب کمتر از غزه تحت فشار. چرا؟ برای اینکه حزب الله بدون اینکه هدف قرار گرفته بشه، لبنان بدون اینکه هدف قرار گرفته بشه، محلی بوده برای حمله به اسرائیل. ببینید 10,000 موشک و راکت از سال گذشته، 10,000 موشک و راکت، اسرائیلی که خیلی خیلی کوچیکه، و داره بهش حمله میشه. ملاحظه میکنید و یک چند صدم ایران اسرائیل، یادتون باشه عمق استراتژیکی نداره ها، و دارن به اون حمله میکنن از لبنان. 10,000 موشک شوخی نیست، شاید به زبون آسون بیاد. اسرائیلیا خب قبلا ملاحظه میکنید بعد از هفته اکتبر وقتی حمله کردن به غزه، دائما میگفتن در مقابل حملات حزب الله، میگفتن ما از غزه که فارغ بشیم حسابمون رو با حزب الله صاف میکنیم.
کما که امروز کردن، داری میبینی زاهیه رو تقریبا با خاک یکسان کردن. بیروت زیر بمباران مداومه و اینا تماما ناشی از اقدامات حزب الله، هیچ ربطی هم به قضیه حالا حتی بحث نمیدونم اشغال نمیدونم سرزمین های فلسطین و نمیدونم فلان هم اصلا نداشته. یعنی شما هیچ توجیهی نمیتونید پیدا کنید، هیچ توجیه سیاسی منطقه‌ای امنیتی نمیتونید پیدا کنید برای اینکه حزب الله حمله کنه به اسرائیل اونم با 10,000 موشک و راکت، الا اینکه شما دارید چیه اعلام جنگ میکنید. اسرائیل اومده داره پاسخ میده، حالا با تبعاتشو تحمل کنه. ولی نکته دیگه اینه که اسرائیل اگر از غزه و لبنان فارغ بشه مطمئنن سراغ رژیم خواهد، چون اسرائیل به این نتیجه رسیده که وجود نظام نکبت اسلامی برای اونها خطرناک. اسرائیل در طول 40 و چند سال گذشته هیچ موقع چنین نظری رو نداشته، به خصوص در دوران جنگ که متحد رژیم به خاطر منافعش، همون چیزی که امروز هم ازش به عنوان منافع ملی یاد. بنابراین باید توجه بکنید که امروز یه چیزی در ذهن دولت مردان اسرائیلی چرخیده و اونها دارن برای بقایشون می جنگن، جایی هم ندارن. مثل امریکایی هم نمیتونن منطقه رو ترک کنن برن امریکا، مثل روسا نمیتونن افغانستان رو رها کنن برن توی مسکو، مثل امریکایی ها نیستن که کامبوج و ویتنام و اینها رو ول کنن برن آمریکا، یا مثل فرانسوی ها نیستن که الجزایر رو یا دیگر نمیدونم مستعمرات رو ول کنن برن تو کشور خودشون. نیست اینجوری. اسرائیلی ها جایی ندارن برن و میمونن و چون قدرت دارن میجنگن و برای بقایشون مبارزه میکنن. این چیزیه که من متوجه شدم. ممنونم. بله. خب بریم سراغ سمت دیگر ماجرا و میخوایم نظر شما راجع به سفرهای این 2 هفته گذشته عراقچی به پایتختهای عربی همچنین قالیباف به لبنان و ژنو بشنویم. بفرمایید. بله ببینید آقای بهبهانی، خب کاملا مشخصه که رژیم در هراسه. این سفرهایی که آقای عراقچی داره میکنه برای این نیستش که صلحی در منطقه به وجود بیاد. رژیم زیر فشاره و شدیداً در هراسه. حزب الله زیر فشاره، حماس زیر فشاره و اینا از آینده نیروهای نیابتیشون میترسن، از آینده خودشون میترسن و همین دلیل به دنبال نوعی آتش بسن. به نظر من بزرگترین اشتباه آتش بسه. اسرائیل با پذیرش آتش بس دوچار یک خطای استراتژیک میشه، ولی میبینیم که اسرائیلیا هوشیارتر از اینن و نمیپذیرن. نگاه کنید، اون باید توجه داشته باشین که اون چه که منافع رژیم و نیروهای نیابتیش رو تأمین میکنه، مطمئن باشید خلاف صلح، خلاف آرامش، خلاف امنیت منطقه است. درست مثل این میمونه که نیروهای ضد فاشیست در حال پیشروی به سمت برلین بودن و کسی چیه می اومد و دم از سر می زد، دم از آتش بس می دن. نه، شما ببینید بزرگترین بمباران‌های تاریخ رو نیروهای متفقین علیه آلمان نازی انجام دادن. ببینید چرچیل دستور می داد چنان بمباران می کردن که مردم آلمان
حتی از دسترسی به غذا و آب و حداقل امکانات هم برخوردار میشه و صراحتا به عنوان استراتژی بریتانیا ازش یاد میکرد و استراتژی نیروهای متفقین. بنابراین باید به این مسئله توجه کنیم که عراقچی امروز در منطقه به دنبال راه ایجاد راه فراری یا راه تنفسی برای حزب الله و حماسه و بعد برای خود نظام نکبت اسلام. همچنین قالیباف، ببینید قالیبافی که میره به بیروت به دنبال اینه که ضربات خیلی اساسی نیروهای حزب الله خوردن، اینا میره اونجا برای که به اونا قوت قلب بده، روحیه بده، ملاحظه میکنید؟ و یا حتی وقتی که میره تو بین المجالس در ژنو اونجا سخنرانی میکنه، اینا تمام به نوعی برای ایجاد حاشیه امنیت برای رژیمه و هر آنچه که نفع رژیم درش هست، مطمئن باشید نفع ما، نفع اپوزیسیون ما، نفع نیروهای خواهان صلح در و امنیت در منطقه نیست، درست برعکسه. و خب شما هر روز دارید میشنوید که عراقچی توی یکی از این پایتخت‌های عربیه، از نگاه کنید کشورهای حوزه خلیج فارس، عربستان، سوریه، اردن، هر روز به اینجا، حتی تو خود بیروت اینجا و اونجا داره میره. چرا داره؟ چه اتفاقی افتاده؟ اگر رژیم در حال پیروزیه، در حال پیشرفته، اسرائیل هم در حال نابودیه، اینا چرا خواهان آتش بسن؟ اینا چرا دوره افتادن میون کشورها؟ چه زمانی بهتر از این که اسرائیل برای همیشه نابود کنن؟ باز نیست اینجوری، برای اینکه تحت فشارن، برای اینکه درست برعکس سیاستشون به بن‌بست خورده، سیاستشون الان به نوعی یقه نیروهای نیابتیشون رو گرفته و ضربات مهلکی به اونا خورده، بنابراین میخواد اینا رو فراریشون بده، میخواد اینا رو یه جوری از زیر ضرب بیرون بیاره. یه راه هست، ببینید یه راه هست، اونم تسلیم بلا شرط، تسلیم و تسلیم و تسلیم. حالا چرا رژیم، چرا حزب الله، چرا حماس تسلیم نمیشن؟ ببینید در هر جنگی شما وقتی میبینید که امکان پیروزی ندارید، داره کشورتون نابود میشه، داره سرزمینتون نابود میشه، مردمتون دارن از بین میرن، از گرسنگی میرن، از تشنگی میرن، زیر بمباران میرن، نمیدونم و و و و، به فکر چی میفتید؟ به فکر تسلیم. نیروهایی که تسلیم میشن چجوریه؟ همینطوریه. ببینید در یه جنگی یک زد و خورد کوتاه بین آذربایجان و ارمنستان صورت گرفت، ارمنستان به محض این که متوجه شد که دست بالا رو داره آذربایجان، تسلیم شد، تسلیم شد. همین اتفاق 3 دهه قبل که افتاد آذربایجان این کارو کرد. چرا؟ چون برایشون کشورشون مهم بود. بالاخره گفت کشورم نابود نشه، تمام سرمایه هم تو جنگ نره. ولی برای نظام نکبت اسلامی و برای حماس و حزب الله تنها چیزی که مهم نیست مردمن، تنها چیزی که مهم نیست سرزمینه. اینا برای سرزمین نمی جنگن. ببینید اونایی که دارن بهتون میگن نمیدونم سرزمین های اشغالی و و و، اینا دروغی بیش نیست. اونا دارن برای ایدئولوژی می جنگن، اونا دارن برای اسلام می جنگن. این واقعیت، اونا برای حاکمیت اسلام دارن میجنگن. میگه چه کشته شدیم چه بکشیم پیروزیم، میگه میریم بهشت. میگه یا اینجا صحنه ایست که یا شهید میشیم یا پیروز میشیم. بنابراین اینها به فکر نجات مردم نیستن، اینا به فکر نمیدونم آزادسازی سرزمین نیستن، یا اصلا حراست از سرزمین نیستن. اینا همون بخشی رو که دارن داره نابود میکنن، داره نابود میشه. چرا تسلیم نمیشه؟ یک دلیل، اونا ایدئولوژیک میبینن جنگ رو، در یک جنگ ایدئولوژیک به سر میبرن با اسرائیل. اساساً تنها چیزی که مطرح نیست مسئله سرزمین های اشغالی،
تنها چیزی که مطرح نیستیم. اونایی که تصور میکنن با وجود چنین نکبت هایی امکان تشکیل دو دولت هست یا دو دولت بایستی تشکیلش در سرلوح برنامه سیاسی قرار بگیره اشتباه محض و مهلک میکنن، چون امکان نداره ایجاد دو دولت با وجود اینها به صلح و آرامش راه ببره. شما ملاحظه کنید در لبنان هیچ جنگی نبوده، ولی تونل ها رو میبینید، تونل های حزب الله که کشف شده رو میبینید، شما میبینید چقدر تو کنسرو بود در تونل ها، 800 متر تونل دیدید، دیدید که غذا خورده بودن به تازگی در اونجا، موتور بود. اینا برای حمله است، از موتورها میخوام برای حمله استفاده کنن. ببینید در حالی که هیچ جنگی هم نبوده بین اسرائیل و لبنان، در حالی که هیچ از بخشی از لبنان در اشغال اسرائیل هم نبوده، از اینا جنگشون ایدئولوژیکه، جنگشون اساسا چیزی به عنوان نمیدونم آزادی سرزمین های اشغالی و اینها نیست، دروغ میگن. خب اسرائیل از لبنان عقب نشینی کرد، خب بسیار خوب، چه اتفاقی افتاد؟ موضوع حل شد؟ نشد که. حزب الله در طی این مدت، در طی 18 سال گذشته، تعداد موشکاشو بیشتر کرد، تعداد راکتاشو بیشتر کرد، پهپادها رو تحویل گرفت، نیروهای رزمیشو سازماندهی کرد، تمام جنوب رو تبدیل کرد به محلی برای حمله به اسرائیل، و از اون طرف شما ملاحظه میکنید اون همه هزینه کرد اونجا، درست لب مرز هاک مثلا درست کردن، همینی که اسرائیل ویرانش کرد. خب همشون میرفتن اونجا و میستادن با دست اون طرف رو نشون میدادن، در فاصله چند صد متری اسرائیل اینا نشون میدادن، عوامل رژیم میرفتن، امیر عبداللهیان میرفت، وزیر امور خارجه میرفت اونجا چه کنه؟ خب اینا اعلام جنگه. هر کشوری در دنیا، شما فکر میکنید اگر کسی در امریکا، در مرز امریکا با مکزیک بره یک در واقع پادگانی بزنه یا به اصطلاح همون پارکی که اینا میگن بزنه و از اونجا اشاره کنه که ما برای آزادی سرزمین میاییم، امریکایی ها باقیش میذارن باشه؟ آیا اگه فرانسوی ها کسی مثلا عرض میکنن در آندورا بره مثلا یه پایگاهی بزنن، یه داستانی درست کنن و بعد اشاره کنن به خاک فرانسه، شما فکر کنید اونا چه اجازه میدن؟ برن تو لوکزامبورگ، برن تو لیختنشتاین، آیا همچی اجازه میدن؟ آیا در موناکو اونجا یه پایگاهی درست شد به سمت پاریس دست کن بدن و یه ما میخواه بریم اونجا رو بگیریم؟ شما فکر کنید همین آقای مکرون که امروز ضد جنگ شده قبول میکنه؟ خاک اونجا رو به توبره میکشه. این واقعیت ها رو ما باید ببینیم. جنگ جنگ ایدئولوژی که ببینید هی میان اینا داستان درست کنن اسلام حراسی اسلام حراسی، نه واقعا حراسناکه، واقعا حراسناکه. نمیبینید این تحرکات رو؟ نمیبینید این خطرات رو؟ نمیبینید این شعارها رو؟ نمیبینید این قتل قتلو رو؟ نمیبینی؟ معلومه حالا زیر فشارن، را میفتن برای اینکه یک مفری برای خودشون و نیروهاشون پیدا.